محمود احمدی نژاد صبح امروز در دیدار با محمود الابرش رئیس مجلس سوریه خواستار تبیین ماموریتی مشترک بین ایران و سوریه برای ایجاد نظام‌های نوین جهانی بر پایه خداپرستی، عدالت و انسانیت شد. وی به الابرش گفت که جهان را در آستانه تحولات بزرگ و نظام‌های ظالمانه را رو به پایان می‌بیند. احمدی نژاد تصریح کرد نقش ایران و سوریه در شرایط کنونی تاریخ ساز است و همکاری‌ها و طراحی‌های مشترک باید افزایش یابد. وی مقاومت ملت‌ها از جمله ملت‌های ایران و سوریه را دلیل به بن‌بست رسیدن سیاست‌های استکبار در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فکری خواند و با انتقاد از ایجاد دیوار حائل و دیوار فولادی در نوار غزه آن را نشانه ضعف رژیم اسرائیل شمرد. احمدی نژاد گفت دولت آمریکا نیز مجبور می شود به دخالت‌های خود در منطقه پایان داده و نیروهای آمریکایی را از منطقه خارج کند. رئیس مجلس سوریه نیز افزایش رایزنی‌ها میان کشورهای منطقه و اسلامی را فتح المبین مسلمانان دانست و گفت توسعه و ارتقای مناسبات و همکاری‌های کشورهای اسلامی از جمله ایران و سوریه نقشه‌های دشمنان را خنثا کرده است. حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز با انتقاد از وقایع و اعتراضات روز عاشورا گفت نقد و نقادی در کشور آزاد است، اما تحریک مردم به اینکه بیایند در خیابان و یا اینکه فکر کنیم مشکل در کف خیابان حل خواهد شد چیزی نیست که با قانون سازگاری داشته باشد. وی با اشاره به اینکه بر اساس تجربهش حرکت‌های خیابانی برای کسی سودی ندارد تلویحاً خطاب اصلاح طلبان معترض گفت تجارب ماه‌های اخیر نیز ثابت کرد که با این گونه کارها کسی نمی‌تواند به اهدافی برسد. روحانی با حمایت از تجمع حامیان دولت در روز چهارشنبه 9 دی ماه که در آن تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی خواستار اعدام موسوی و کروبی شدند گفت مردم ما وقتی احساس کردند که این عده اندک فریب خورده عاشورا را هتک کردند خشم و هیجان آنها شعله‌ور شد و روز چهارشنبه یک پاسخ محکم و قاطعی به معاندین و ضد انقلاب دادند. در واقع مردم خواستند بگویند که هر چیز و هر کس که بخواهد منابع مشروعیت نظام ما و منافع ملی ما را تهدید کند آنها را تحمل نخواهند کرد. وی گفت جریانات سیاسی باید بدانند که ثبات و آرامش تنها در سایه احترام به قانون میسر می شود. تعرض به قانون و تعرض به حقوق مردم، تعرض به سمبل‌های وحدت ما، نقض قانون اساسی و قوانین موضوع کشور است. روحانی تاکید کرد بزرگانی که مورد تایید عامه مردم هستند و سوابقشان در قبل و بعد از انقلاب روشن است برای ایجاد آرامش و وحدت ملی به صحنه بیایند، چرا که با حضور آنها می توانیم انسجام و اعتماد عمومی و ثبات را هرچه بیشتر به کشورمان بازگردانیم. حسن روحانی پیش از برگزاری انتخابات خرداد ماه از منتقدین اصلی سیاست‌های احمدی نژاد بود و نظراتش توسط تحلیلگران به عنوان دیدگاه‌های جمعی از نیروهای نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی قلمداد می‌شد. حجت الاسلام روح الله حسینیان یکی از اعضای اصولگرا و حامی احمدی نژاد در مجلس هشتم امروز در نامه‌ای به هیئت رئیس خواستار استعفا از مقام نمایندگی شد. حسینیان در استعفانامه خود با تاکید بر این که نزدیک به 12 سال است در حال مبارزه با جریان اصلاح طلبان که آن را انحرافی می‌داند بوده است، از آنچه حمایت لاریجانی از این جریان در مجلس خواند انتقاد کرد و آن را دلیل اصلی استعفای خود اعلام کرد. حسینیان نوشت امروز خود را ناتوانتر از همیشه می‌یابم. هر اقدامی آغاز کردیم با رقابت پیچیده پارلمانتاریست‌های حرفه‌ای نقشه برآب شد. جناح اصلاح طلب نزد رئیس عزیزتر و ارزشیتر شدند و هر روز ما مطرودتر و بی‌خاصیت‌تر. حسینیان در گزارش کمیته ویژه تحقیق مجلس در خصوص حوادث پس از انتخابات که سعید مرتضوی به عنوان مقصر اصلی آن شناخته شده است نیز انتقاد کرد و با دفاع از مرتضوی نوشت امروز بسیج و نیروهای انتظامی که در جریان فتنه‌های اخیر در خط مقدم علیه مزدوران آمریکایی می‌جنگیدند تا از امنیت مردم دفاع کنند به بهانه تخلف چند نفر که باید هم برخورد شود، اینان با تمام وجود مورد تحقیر و ظلم دادگاه‌های نظامی قرار می‌گیرند، تمام بدنه تحت تحقیق قرار می‌گیرند و فرماندهان مورد اذیت و توهین قرار می‌گیرند.
روح الله حسینیان تنها کسی بود که پس از مرگ سعید امامی به صراحت از او دفاع کرد و همچنین در برنامه با عنوان چراغ در سال 78 قطرهای زنجیره دگراندیشان در سال 77 را به اصلاح طلبان و حامیان خاتمی نسبت داد. برخی از منتقدین جمهوری اسلامی وی را یکی از اعضای شورای فتوای قطرهای زنجیره‌ای دانستند. حسینیان برای مدت‌ها رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی بود که با دسترسی به اسناد مختلف تعدادی کتاب علیه برخی از روشنفکران و فعالان سیاسی به چاپ رساند.